بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. کاربران رسانه‌های اجتماعی در ایران از افزایش اختلال در شبکه اینترنت و سخت‌تر شدن دسترسی به فضای مجازی طی تیر ماه خبر می دهند. با گذشت نزدیک به دو هفته از موج جدید کاهش سرعت، اختلال و قطعی اینترنت در ایران، این شرایط همچنین تداوم دارد و کارشناسان فضای مجازی تأکید می کنند که کاهش و نوسان سرعت در شبکه اینترنت مشهود است. گفتنی است روند کاهش قابل توجه سرعت حتی بر شبکه اینترنت داخلی نیز تأثیرگذار بوده و بر اساس گزارش‌های منتشر شده، مشکل روزهای اخیر اینترنت در ایران بر میزان تعداد تراکنش‌های بانکی اینترنتی هم تأثیر مشخصی داشته و حجم آن را تا درصدی کاهش داده است. تداوم این شرایط همزمان با وعده وزارت ارتباطات برای رفع مشکل این نگرانی را ایجاد کرده است که مشکل اخیر با اجرایی شدن شبکه اینترنت ملی ارتباط مستقیمی دارد. باستانشناسان در پرو بقایای معبد و تئاتری باستانی را که به باور آنها حدود 4000 سال قدمت دارد کشف کردند. این کشف اطلاعات جدید در مورد منشأ ادیان پیچیده در این منطقه به محققان می دهد. گفتنی است این یافته ها حدود 3500 سال قدیمی تر از معروفترین سایت باستانشناسی پرو یعنی قلعه باستانی ماچاپیچو که توسط امپراتوری اینکا در قرن 15 ساخته شده است هستند. شاین ذکر است پرو میزبان مجموعی از یافته های باستانشناسی از دوران پیش از اسپانیایی است. در ماه اوت باستانشناسان پرویی مقبره‌ای 3000 ساله را کشف کردند که ممکن است برای یک رهبر مذهبی ممتاز ساخته شده باشد. چند ماه قبل از آن مومیایی نوجوانی بیش از 1000 ساله که در یک بسته تدفینی پیچیده شده بود در حومه پایتخت مدرن لیما پیدا شد. تحقیقات جدید نشان می‌دهد که مواد شیمیایی فوراور مورد استفاده در باتری‌های لیتیوم یونی محیط زیست را تهدید می‌کند. در همین راستا محققان هشدار دادند مواد شیمیایی را در محیط نزدیک کارخانه‌های تولیدی این باتری‌ها یافتند که به نظر می‌رسد برای موجودات زنده سمی هستند و کشف کردند که زباله‌های باتری‌های دور ریخته شده در محل‌های دفن زباله منبع اصلی آلودگی است. گفتنی است در حال حاضر تنها 5% از باتری‌های لیتیومی در جهان بازیافت می‌شوند. اگر بازیافت باتری به طور چشمگیر افزایش پیدا نکند، این امر می‌تواند تا سال 2040 8 میلیون تن ضایعات باتری را به همراه داشته باشد که برای محیط زیست بسیار خطرناک به حساب می آید. پژوهشگران با آزمایش روی 20 بیمار مبتلا به سرطان پستان متوجه شدند که حین تمرینات بدنی تعداد گلوبول‌های سفید نابودگر سرطان در این افراد افزایش می‌یابد. طبق پژوهشی که با یاری دانشگاه تورکو در فنلاند انجام شده است، تمرینات بدنی 30 دقیقه‌ای میزبان گلوبول‌های سفید نابود کننده تومورهای سرطانی را افزایش می‌دهد. به نوشته ساینس دیلی، تعادل انواع مختلف گلوبول‌های سفید تعیین می‌کند که آیا سیستم ایمنی در خدمت نابودی سرطان است یا سبب گسترش آن می‌شود. تیا کویلا، نویسنده اصلی این پژوهش از دانشگاه تورکو فنلاند می‌گوید اگر تعداد سلول‌های نابودگر سرطان در ناحیه تومور بیش از سلول‌های محرک سرطان باشد، بدن توانایی بیشتری برای مبارزه با این بیماری دارد.